هفتمین روز آذر ماه برابر با 28 نوامبر سال 1199 خورشیدی برابر با 1820 میلادی، زادروز فردریک انگلس، فیلسوف و نظریه پرداز سوسیالیست آلمانی که در خانواده‌ای مرفه در آلمان متولد شد. وی فرزند یکی از صنعتگران آلمانی بود و پس از مرگ پدر وارث ثروت هنگفت او گردید. انگلس در جوانی با کارل مارکس اقتصاددان آلمانی آشنایی یافت و مدت 40 سال با کارل مارکس همراه بود. مارکس او را با مسائل و مبانی اقتصادی آشنا نمود و سپس انگلس تصمیم گرفت که مارکس را مورد حمایت‌های مالی خود قرار داده و به او در ارائه اندیشه‌هایش کمک برساند. در کنار این روابط و همکاری، انگلس خود نیز به تدوین و طرح عقایدش می پرداخت. او در 24 سالگی مقاله رؤوس انتقاد از اقتصاد سیاسی را منتشر نمود و در آن پس از بررسی و تحلیل سرمایه‌داری به عنوان یک نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی و کشمکش طبقاتی، تناقضات موجود در نظریات اقتصادی لیبرالیسم را مورد انتقاد قرار داد. سال 1260 خورشیدی برابر با 1881 میلادی، زادروز اشتفان تسوایک، نویسنده برجسته اتریشی که در وین پایتخت این کشور به دنیا آمد و در جوانی به دنبال ذوق و استعداد خیش برای تحصیل رشته ادبیات و فلسفه و تاریخ را برگزید. محیط اتریش و ارتباط مداوم آن با جهان، شوق آشنایی با دنیای پهناور را در او برانگیخت. از این رو چندین بار سراسر اروپا را در نوردید، با آمریکای شمالی و جنوبی، هند، سیلان و آفریقا سفر کرد و همچنان بر وسعت فرهنگ خود افزود. در جریان این سفرها زبانهای گوناگون را فرا گرفت و از آثار برجسته نویسندگان دیگر ترجمه های زیبایی را عرضه کرد. سال 1333 خورشیدی برابر با 1954 میلادی، در گذشت انریکو فرمی، فیزیکدان ایتالیایی و سازنده اولین پیل هسته‌ای جهان که در شهر روم پایتخت ایتالیا به دنیا آمد و پس از طی تحصیلات متوسطه وارد کالج پیزا شد و به سبب آزمایش‌هایی که با پرتوهای ایکس انجام داد، در 21 سالگی به اخذ درجه دکترای فیزیک نائل آمد. فرمی تحقیقاتش را در آلمان دنبال کرد و در 25 سالگی به کرسی استادی دانشگاه دست یافت. وی در ضمن تدریس مطالعات و تحقیقات علمی خود را ادامه داد و به کشفیات مهمی رسید که تشعشعات رادیواکتیویته اشعه بتا از آن جمله است. فرمی از آن پس افکارش را بر کارهای تجربی و علمی متمرکز گردانید و به مطالعه درباره اتم پرداخت. در نهایت با تلاشی شبانه روزی موفق به شکافت هسته اتم گردید و گامی بلند در پیشرفت علم در این عرصه برداشت.